روز اول انقدر عجله داشتم یهو خوردم به یه دختره پهن شدیم تو زمین. اینجا گفتم خدایا الانی که عاشق همشی مثل تو فیلم ها، ولی متاسفانه برگشت گفت مگه کوری چستر می چه بد ریده بهش. سلام دوستان، مهدی جان هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یک ویدیو جدید از سری چالش نخندیدن به کامنت های شما خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم که کلی حال کنید با این ویدیو، قرار کلی بخندیم و جر بخوریم. ولی این چالش نخندیدن بدون مجازات نیست و داره یک مجازات فوق العاده خفن و وحشتناکه. امیدی دیدن مجازات هستید یا نه؟ هر سری که بخندم باید یک گاز ریز از این فلفل فوق العاده تند مامان پز، منظورم خونگی، باید بخورم که خیلی فوق العاده تندن. نمیدونم البته ببینید اینکه اوه این خیلی بده، این بهتره، من ترجیح میدم از این شروع کنم. بچه ویور دارید یا نه؟ اینم از ویو جدید اون، البته که قرار نیست اینجا واسه همیشه بادمجون بمونه، ولی چون چیزی نداشتم اونو گذارم. چی بذارم؟ اینو بذارم، لنت بذارم، چی بذارم؟ ندارم. ولی در آینده یک پلن فوق العاده خفن داریم. همونطور که میدونید من 12 خرداد تولدمه و دارم یه قضیه کار میکنم، اگه بتونم و اوکی بشه بهتون یه کد پستی میدم تو اینستاگرام که اگه دوست داشتید واسه روز تولدم کادوهاتون از قبل بفرستید که واسه اون یه ویدیو خفن رکورد کنم. و اینکه از بین اون کادوها چند تاشو بردارم و بذارم اینجا که به نظرم خیلی خوب باحال میشه. من که خیلی دوست دارم این ایده رو، شما رو نمیدونم. توی کامنت نظرتون واسم بنویسید. قبل از شروع ویدیو لایک و سابسکرایب هم یادتون نره، چون در آخر یادتون میرم. خیلی خوب دوستان، بریم سراغ ویدیو. اولین موضوع این چالش اینه که توی مدرسه به چی معروف بودی. شما هم حتما توی کامنت بنویسید. لتس گو، بریم بخوریم. کچل کرده بودم، بهم میگفتن حسین سینز. یادم هم کلاسیم گفت اگه بتونی و حل کنی من اسمم میذارم قنبر، و ما هم حل کردیم و حتی معلم هم قنبر صداش میکرد. حاجی عکس پایینش خیلی خوبه، خودش خنده دار نبود. وای الان باید یه گاز ریز بگیرم. اونقدرام تون نبود، اوکیه. پاتختی، معلم لاشی همیشه منو اول کلاس می آورد جلو تخته، ازم درس می پرسید. عکس پایینشو، این روزگار قلب منو چاک داد. این روزگار قلب منو چاک داد. اصلا خنده دار نیست. اوکی پارچ. وای به خاطر قیافش بهش میگفتن قارچ، خیلی خوبه. وای واو، البته شوخی کرد. تندم نیست انگار، اوکی. من که نه، ولی به داداشم میگفتن کیوی، چون یکم سبزه بود و ریشاش هم خیلی کم پشت و نازک بود. نخندیدم. به نام خدا لاشخورم. از پایین کورو شکار کن. اوکی حاجی، این واقعا خیلی اوکیه، این اصلا تون نیست. اینو میندازیم کنار، میریم سر اصل داستان که این باشه. بچه این که فلفل تون نیست تقصیر من نیست، اصلا به من ربطی نداره. بریم واسه بعدی. مهم نبود من چی بودم، ما یه اکیپ بودیم از اول راهنمایی تا آخر دبیرستان. هر معلمی که اکیپ ما تو کلاسش بود میگفت شما بدترین خاطره زندگی می. خوبه، بریم کامنت های شما رو بخونیم که اینا خیلی باحال ترم. معروف نبودم کلا، من خودم میدونید به چی معروف بودم. من اینو یکی از معلم ها که قبلا توی یکی از ویدیوها که اینجا الان میاد گفته بودم، مثل سگ کتکم زد و در حین کتک زدن من به میگفت قورباغه. به خاطر همین تو کل کلاس به همین معروف بودم و متاسفانه یه سال با این زندگی کردم، خیلی بد بود. امیدوارم که ویورای تویچ اینجا نباشن که انشو در نیاره. سوپرمن برای تهیه و پخش فیلمای زنگ ریاضی. چرا زنگ ریاضی؟ حالا فلفل بیشتر شبیه شکلاته. چه من برای تست یه گاز گنده گرفتم، یک مزه خیار میده، این اصلا نمیدونم. برگردیم به همین داستان که خیلی تندتر از اونه به هر حال. خب یکی نوشته که همه ازم نوار بهداشتی میگرفتم، به میگفتم مخزن و نوار. وای به این بنده خدا میگفتن خاله ریزه به خاطر قده. دو تا دانش آموز بودیم، اسم فامیلمون یکی بود، اسم باباهامون رو گذاشته بودن روی ما. به من میگفتن مصطفی، اون دوستم ابوالقاسم بود. وای دستم فلفلیه، نباید بزنم به چشمم. یه دختر نمیشه به علت حجم زیاد ابرو و سیبیل تا پیش دانشگاهی شاهین بودم.
خیلی خوب. مدرسه نمیشه بهش میگفتن کنسل چون همیشه امتحانا رو لغو میکرد. ایول خوبه. فلکه چون داداشم یه بار با موتور اومد دنبالم دو دور دورم چرخید بعد سوارم کرد. منو کرد سوژه مدرسه. ای خدا چرا باید دو دور دورت بچرخه بعد سوار کنه؟ وای خیلی زایر. اسید پاش چون هر وقت از دست کسی عصبی میشدم خودمو درگیر بحث کردن باش نمیکردم، توف میکردم رو دفتر و کتابش. وای چه سمی بودی تو. من دخترم ولی بهم میگفتن رستم چون شونه‌هام خیلی پهنن. توی مدرسه ما یکی بود من هیچ وقت یادم نمیره و این شخص خیلی شخصیت جالبی داشت. اسمش بود رضا سوپر چون به کل مدرسه فیلمای سوپر پخش میکرد، ولی من طول دوران دبیرستان نتونستم اصلا یه بارم ببینمش. از هر کم میپرسم میگفت ندیدمش. فکر کنم این طرف کلا هیدن بود و اونایی که میخواستن ازش محصولات بگیرن به اطرافیانش میگفتن. خیلی شخصیت باحالی بود. یه خاطره از اولین روزی که رفتید دانشگاه بگید. من خودم رفته بودم سلف دختره نشسته بودم و از اینکه دانشگاهمون اینقدر دختر داره خیلی خوشحال بودم. یه دختر نمیشه من بابام رسوندتم، هی جلو در میگفت چرا دانشگاه دخترونه ثبت نام نکردی. خدا شاهده من رفتم سرویس بهداشت برادران لباسامو در آوردم، مغنمو در آوردم، داشتم آرایش میکردم دیدم چند تا نرخر اومدن تو. وای اینو یه دختر نوشته. وای وای قلبم. بچه من خاطره نمیگم بهتون از روز اول دانشگاهم، ولی یه عکسی میخوام بهتون نشون بدم که خودش گویای همه چیزه. فقط خواهش میکنم اسکرین شات نگیرید. بله متاسفانه من روز اول دانشگاه با این تیپ رفتم و خیلی هم افتخار میکردم به خودم. ای خدا چرا سیبیل چرا ندارم. وای خیلی روز بدی بود. من دانشگاه شبانه قبول شده بودم، اولین کلاسم ساعت 11 بود، منم ساعت 11 شب رفته بودم. وای این یه دروغ بزرگه به نظرم. رفتم سلف غذامو خوردم برگشتم خونه، نمیدونم چرا سر کلاس نرفتم. منم چند بار شده که برم دانشگاه فقط برم غذا بخورم برگردم خونه، بعد غذاهاشم تعریف آنچنانی نداشت، خیلی مزخرف بود، ولی نمیدونم حال میداد دیگه. با بچا جمع میشدین یه جا خیلی حال میداد. یه هفته اول همش استرس اینو داشتم گوشی تو جیبمه یه وقت نیان گوشیو پیدا کنه نزن. وای اینو منم داشتم این استرس جدی. فاطمه نوشته مامان من رفت توی کتابخونه دانشگاه پرسید ببخشید کتاباشونو کی میدید. وای وای خدای اینو سریع از ذهنم پاک کن، اینو سریع از ذهنم پاک کن. با مامانم اومدیم سر کلاس که برام دوست پیدا کنه. پسرم از تازه چرا؟ و منی که دو ترم دانشجوام ولی هنوز دانشگاه نرفتم. وای شما خوردید به داستان کرونا و اینا خیلی بده. اه 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 اصلا نمیخوام جاتون باشم. یه چیزی بگم نو! دانشگاه اون یه سال اولش انقدر حس خوبی داره، هی میری با بچهای جدید آشنا میشی، نمیدونم اساتید جدید، کلا خیلی هایپی اون یک سال اولش. و اینکه یه سال اولش خورده به کرونا نتونستید برید واقعا خیلی ناراحت کننده است دیگه. چی بگم، روز اول انقدر عجله داشتم یهو خوردم به یه دختره، پهن شدیم تو زمین. اینجا گفتم خدایا الانی که عاشق همشی مثل تو فیلم ها، ولی متاسفانه برگشت گفت مگه کوری چستر می که بعد ریده بهش. به ترم قبل میگفتم پارسا. خیلی خوبه. بچه یه خاطره خیلی خفنم بری داشت، بذار زنگ بزنم بهش ازش بپرسم. بری بری تو قرعه‌کشی فرشاد سایلنس شرکت کردی؟ فرشاد سایلنس نه بابا، همون که یه کیس بود. با. مطمئنی؟ نه بابا برنده شد، اسمت در اومده. آره بودو بودو سری توی استریمش که داره گیوی میکنه. بودو فالو کردی اون پیجا رو؟ دم فالو فکر کنم نمیدونم. خوشحال نیستی الان؟ خوابم داری مثل سگم دروغ میگی ویدیو. مگه من باید شوخی دارم؟ یه میلیون به من میدی یا نه؟ برندشم. آره دو میلیون چی؟ اونم آره. سه چی؟ یه خاطره تو داشتی خیلی خوب بود، اینو میخوام بگی. الان باید بگم؟ بله دیگه، به من ربطی نداره که خوابی. ای خدا لعنتت کنه مهدی. بودو بینم. که من گرفتی دیگه. بابا بودو بینم. ول کن بذار برم یه نیم ساعت دیگه زنگ بزنم. بابا نیم ساعت دیگه ویدیو تمومه. بابا سریع خاطره بگو، سریع خاطره بگو برو. وای خدا. بگم دانت اشتباهی رفتی تو دستشویی و یعنی دو تا دختر دارن آرایش میکنن. اصلا با حال نبود. یکی دیگه برو گم شو خدافظ. قطع کرد. چرا قطع میکنی؟ ترم اول بودم یه روز کلاسمو نرفتم، بابام اومد گفت باید بیام غیبتتو موجه کنم. وای من که یادم نیست، ولی یکی از همکلاسی‌ها بنده خدا برداشت گفت واسه این درس دفتر چنبر بگیریم استاد. وای
وای داشتم به اتوبوس سرویس دانشگاه کرایه میدادم، وای یاد یه چیزی افتادم بچه ها. ما روز اول که رفتیم دانشگاه برگشتنی بهمون گفتن که آقا سرویس دانشگاه اونجاست، میتونید از اونجا برید و شما رو تا یه جایی توی شهر میرسونه. بعد ما رفتیم نشستیم، بعد کل اتوبوس همه همکلاسی دبیرستان خودم بودن دیگه، همه کیپ بودیم کلا. بعد اونجا نشستیم، من از یکی از بچه‌ها پرسیدم که آقا کرایه قراره بدیم یا نه، اونم گفت نمیدونم چنده، بعد نگفت که بدیم یا ندیم. بعد من از جیبم یه 500 درآوردم گذاشتم تو دستم، بعد کل اتوبوس به من نگاه کردن، یه 500 هزاری تو دستشون بود. موقع پیاده شدن دونه دونه اینجوری تعارف میکردن، نمیگرفت و ما فکر میکردیم چون با ما حال کرده پولو نمیگیره. خیلی خنده بود وای. رفتم تو حیاط سیگار بکشم، یکی فندک گرفتم روشن کردم، وایسادم کلی هم باش درد دل کردم. آخرش گفت سیگارت که تموم شد بیا حراست کارت دارم. عمو حراستی بوده، مگه تو حیات گیر میدادم به سیگار؟ من که نمیدونم. زمستون کلاسامون که تا 6 بود تا برسم خونه هوا تاریک میشد، بابام یه سری عصبی شد گفت تو که روزانه این شب میای خونه، اونا که شبانه ساعت چند میرن خونه. من خودم هم جدی خیلی خیلی قبلا اینجوری فکر میکردم که شبانه منظورش اینه که واقعا نصف شب میری درس میخونی، ولی اینجوری نیست. شبانه و روزانه تنها تفاوتی که دارن اینه که روزانه به صورت رایگان درس میخونه، شبانه پول میده همین، و یعنی تو یه کلاس میشینه. من ترم اول مشروط شد. تو فکر نکنم تونسته باشی تموم کنی. گوشیمو جاساس کردم رفتم سر کلاس. یه موجودم ما داشتیم تو اولین روز و اولین ساعت از درس به یه دختر پیشنهاد داد، اونم به صورت نامه، که از اول کلاس دست به دست دادم بهش. وای نکنید نکنید. بچه‌ها من یه چیزی بهتون بگم، اونایی که احتمال داره ترم بعد دانشگاه دیگه حضوری باشه، یه چیزی خیلی مهم، ترمای اولتون نرید به همکلاسیاتون پیشنهاد بدین، چون معمولاً کات میکنید و تا 4 سال اونو باید تحمل کنید. خیلی بده ها، در جریان باشید، اصلا سعی کنید با همکلاسیاتون ریل نزنید، ول کنید بابا. مامانم اومد از آموزش اجازه بری که منو ببره خونه مامان بزرگم غیبت کلاسیمو مجاز کنه. خدایا شکرت که فلفلمون تند نبود، وگرنه من پاره میشدم امروز. مامان من هر روز منو تهدید میکرد که فردا باباتو میفرستم بیاد دانشگاه ببینم وضعیت تحصیلی چجوریه. خب دوستان این ویدیو همینجا به پایان میرسه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید من لایک و سابسکرایب بکنید، دیگه فلفلمونم تند نبود و مجازات حساب نشد. ولی اگه دوست دارید یه ویدیو فوق العاده از سری چالش نخندیدن با مجازات خیلی سخت میتونم واسهتون رکورد کنم. اگه دوست دارید من توی کامنت واسم بنویسید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.